سلام علیکم، من زهره ملکم و با یه داستان دیگه در خدمتتون هستم. رضا بیکیمانوردی، بازیگری که به مرد هزار چهره یه فیلم فارسی مشهور بود، هرچند که تو انزوا و دور از وطن درگذشت، اما همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی سینمای قبل از انقلاب ازش یاد میشه. شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن. رضا بیکیمانوردی تو 25 خرداد سال 1315 تو تهران به دنیا میاد. پدرش اصلان ایمانوردی از مهاجرای باکو و مادرش اهل شاهین تپه قزوین بود. از دوران تحصیل رضا اطلاعات زیادی در دسترس نیست. فقط میدونیم که تا چهارم دبیرستان درس خونده. بعد از طی دوران نوجوانی به خاطر تسلطش به زبان انگلیسی به استخدام سفارت آمریکا در میاد. اون فعالیت هنری خودش رو از سال 1337 با بازی تو تئاتر اسکار شروع میکنه و تو سال 1340 به طور اتفاقی با کارگردان سینمای اون دوران ساموئل خاچیکیان برخورد میکنه. خاچیکیان اندام ورزیده و چهره سینمای اون رو مناسب برای ایفای نقش تو سینما تشخیص میده و از اون میخواد که به استدیو آژیر فیلم بیاد. اون تو این استدیو تو اولین نقش زندگی سینمایی خودش رول کوتاهی رو تو فیلم فریاد نیمه شب بازی میکنه که همین نقش چند دقیقه‌ای باعث میشه تا این کارگردان بزرگ تو فیلم‌های بعدی خودش مثل یه قدم تا مرگ، دلهوره و خیلی دیگه از فیلماش جهت بازی از اون دعوت به عمل بیاره. رضا تو جوانی از قهرمانای ورزش کشتی کج ایران بود و حرفه اصلی که تو سینما خیلی به اون کمک کرد تا به شهرت برسه کشتی کج بود. بیک تو باشگاه‌های ستاره، نادر و کیان تهران ضمن تمرین گاهی سمت مربی رو هم به عهده داشت. بعدا اون تعدادی از شاگردای ورزشی خودش رو جهت پیشبرد فن بدلکاری وارد سینمای ایران کرد. بیک پدید آورنده هنر بدلکاری و ژانر اکشن تو سینمای ایران بود. اون با مهارتش تو فنون رزمی زد و خورد رایش تو فیلمای اون زمان رو به صورت فنی درآورد و تو طول فعالیتش تا حدود زیادی بدلکاری رو تو سینمای ایران گسترش داد. بعد از ورودش به سینما با اجرای نقش‌های مختلف تو فیلم‌های اکشن و کمدی با نام هنری بیکیمانوردی تو بیش از 100 فیلم سینمایی به عنوان یکی از پرکارترین بازیگر سینمای ایران تو دهه 40 و 50 شمسی به محبوبیت ویژه‌ای در بین مردم دست یافت و به واسطه توانایی که اون تو ایفای نقش‌های مختلف سینمایی داشت، لقب مرد هزار چهره سینما رو بهش دادن. اون تو طول فعالیت هنری با بازیگرای سرشناسی از جمله محمدعلی فردین، ناصر ملک مطیعی، بهروز وثوقی، ایرج قادری، فروزان، آذر شیوا، پوری بنایی و مناشهر وثوقی به نقش آفرینی پرداخته. همچنین اون تو فیلم‌های کمدی با الهام از نقش صدفان کولومبو با بازی پیتر فالک به همراه گویش شیرین با دوبله مناشهر اسماعیلی ظاهر می‌شد که این فیلم‌ها در بین عامه مردم با استقبال زیادی همراه بود. بیک تو سال 47 طی پیشنهاد یه فیلمساز ایتالیایی برای بازیگری به اون کشور سفر میکنه و تو فیلم صندلی الکتریکی تو نقش اول بازی میکنه. تو زمان فیلمبرداری فیلم صندلی الکتریکی تو ایتالیا هنرمندای معروفی مثل سیلویا ملکه زیبایی یا لورنس هاروی هنرپیشه نامدار آمریکایی غالبا تو محل لوکیشن این فیلم حضور پیدا میکردن تا چگونگی بازی بیک رو تو سکانس‌های خطرناک توسط خودش مشاهده کنن. اون اکثر صحنه‌های خطرناک فیلم‌های خودش رو بدون استفاده از بدل شخصاً بازی و کارگردانی کرده. همچنین بیک تو سینمای ترکیه چهره‌ای شناخته شده بود و به عنوان بازیگر تو چندین فیلم ترکی شرکت کرد. فیلم فاتحین صحرا به کارگردانی محمد زریندست چندین بار تو خیلی از کشورها به نمایش در اومد. تو سال 55 بود که بیک استدیوی آر بی فیلم مخفف رضا بیک رو تو خیابون نادری
یا همون جمهوری امروزی بنا کرد که تو اون اقدام به تهیه فیلم‌های ایرانی و خرید و دوبله فیلم‌های خارجی می‌کرد. تو اوج محبوبیت و شهرت بود که انقلاب شد. بعد از انقلاب مثل بقیه هنرمندای سرشناس اون موقع بارها به دادگاه انقلاب فراخونده شد و در نهایت بعد از عقد تعهد که فعالیت هنری تو ایران انجام نده رسما از کار منع شد که اون رو مجبور به ترک کشور کرد و به همراه خانواده به آلمان و بعدش هم به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کردن و تو اونجا به رانندگی کامیون مشغول شد. اون دوبار ازدواج کرده که حاصل اون 5 فرزند به نامهای مازیار، شهریار، بختیار، مهیار و ماندان است. بیک تو آخرین مصاحبه خودش گفته بود من بالای 100,000 تومان دستمزد می گرفتم. شاید بتونم بگم هیچ بازیگری تو سینما اندازه من پول در نمی آورد. اما من چون عاشق سینما بودم پولی که از سینما در می آوردم رو تو خود سینما خرج می کردم. مثلا زدن همین استدیو فیلمسازی که راه انداختم اگه با این سرمایه کار دیگه‌ای کرده بودم چندین برابر میشد پولم و به من برمیگشت. ولی من هر چی که از سینما درآوردم تو استدیو آربی خرج کردم. همچنین گفته بود من وقتی برای دیگران فیلم بازی میکردم فیلم‌ها فروش زیادی داشت، اما وقتی برای استدیو خودم فیلم میساختم فیلمام نمیفروختن. دلیلش هم این بود که برای دیگران تو همون تیپی که مردم دوست داشتن بازی میکردم، اما برای خودم سعی میکردم فیلمای متفاوت بازی کنم. تو تمام زندگیم فقط یه خونه داشتم که روی اون خونه هم بدهکار بودم. بعدم که اونو فروختم بین بچه ها و مادر خودم تقسیم کردم و دیگه چیزی برام نموند. الان که به گذشته نگاه میکنم 100% از خودم راضیم. چون اونقدر مردم به من لطف دارن که فکر میکنم تمام بانکای دنیا مال منه. همین برای من کافی و یه ثروت بزرگه. همچنین درباره اینکه چرا جایزه‌ای دریافت نکرده گفته بود تمام جایزه‌های سپاسی که داده می‌شد همه زد و بندی بود و اشرف پهلوی پشت ماجرا بود. جایزه‌های اون زمان جایزه‌های فستیوالی نبود، به جز جایزه فیلمایی که از ایران خارج شدن و جایزه گرفتن مثل فیلم گاو. اما جایزه‌های داخلی همگی ساختگی بودن. سرانجام رضا بیکیمانوردی بعد از یه سال مبارزه با سرطان ریه ساعت 12:18 بامداد روز 22 شهریور سال 1382 تو بیمارستان شهر فینیکس ایالت آریزونا تو ایالت متحده آمریکا تو سن 67 سالگی درگذشت. پیکرش رو تو گورستان پارک یادبود لوسگاتوس واقع در شهر سن خوزه ایالت کالیفرنیا به خاک سپردن. مرسی که با این داستان هم همراه من بودین. اگر خاطره ای دارین از فیلمی که رضا بیکیمانوردی توش بازی کرده بود و دوست داشتین حتما برام کامنت بکنین و اگر دوست داشتین این پست رو لایک بکنین و اگر تا به حال عضو کانال من نشدین دکمه سابسکرایب رو بزنین.